سلام و سراچه خوش آمدید. دو شخصیت جالب که از هر کدام شوخی آرام و معنادار می آیند. هنوز آینده پرماجرا و تسخیر شدنی منتظرشان است. جمعه شبها خند و قند. از همکارای خوبم دعوت میکنم به برنامه سراچه، حسن رحمتی و محبوب بهنام. بفرمایید. بسیار خوش آمدید. تشکر. سلام آقای حسن رحمتی و جناب بهنام. قربان شما. بسیار خوش هستم با شما هستم در برنامه و شما به سراچه خوش آمدید. دوستان عزیز، باز هم از همکارای بسیار خوب ما تیم خند و قند در برنامه داریم. نوبت میتیم که سلام کنن و محبت تقدیم همه ایتان. بفرمایید. ما هم سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز حضار گرامی. لطف میکنین. خوشحال هستین که به دنیا آمدین. چرا میخندین؟ من میگم خوشحال هستین که به دنیا آمدین. جان ها خیلی خوشحال. خیلی خوشحال هستین. جای افتخار داره که آقای حسن رحمتی تولد شده. بسیار خوب. بفرمایید آقای بهنام. من هم سلام دارم خدمت شما شمس عزیز، بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و خصوصا برنامه سراچه و حضار گرامی که در تالار حضور دارن. لطف میکنید. دیگه ممنون از مهمان نوازی شما، ممنون از اینکه ما رو دعوت کردین. بخیر باشید. بخیر باشید. ما چای داریم و انرژی داریم. انتخابی هم هست، میتونین مشترک استفاده کنیم، میکس هم خیلی لذت هم داره. مربوط به انتخاب خودتون است. گزارشگر تخلف شهری، حالتون خوب است؟ خلافکار شهری، قربان شما. شما خوب هستین؟ خلافکار شهری. خب با خلافکار شهری چطور میگذره؟ والا زیاد خلافکار داریم. زیاد خلافکار. هر خشتی که پس میکنی از داخل شهر ایراد میبینی دو تا خلافکار بیرون شد. کلن داخل افغانستان. تنها ایراد ندهید. کلن داخل افغانستان. لیست نساختین؟ نه، تا حال لیست نساختین. نمیتونین هستن. این قدر طولانی میشه. زیاد هست. بسیار زیاد است. خب، آقای رحمتی، لطف کنید بگوید سالای اول زندگی چطور گذشت؟ خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. از کجا بگم برای شما؟ امی که پیشتر گفتین از اینکه تولد شدین بسیار خوشحال هستین و ما هم خوشحال هستیم که یک شخصیت داریم مثل شما که آینده بسیار خوب هم دارین و وقتی با شما مواجه میشن مردم یک احساس خاص برشان پیدا میشه، یک خنده های خاص، یک اشارات معنادار خاص، نه از چیزا. ما از بابت خیلی خوشحال هستیم بابا. تشکر. سلامت باشین. در رابطه با خانواده بگوین و سالهای اول، منظورم آدم شوخ بودین نبودین دوران کودکی، لط خوردین زیاد یا نخوردین؟ کم زیاد نه. من در خانواده چهار برادر هستیم، دو خواهر که من تحتگریم، یعنی آخری خورد آخریم. زیاد نازدانه بودم. نازدانه بودین. بله. دیگه سوال شما چی بود؟ من سوال نداشتم. خوبه دیگه، پس بریم. چند سالگی مکتب رفتین؟ 6 سالگی بود من ایران بودم به مکتب رفتم. بسیار خوب. مسئله من این بود که پیش از اینکه مکتب برین لط خوردین؟ نه. گفتین نه. نه. بسیار خوب. در مکتب چی؟ در مکتبم نه. آدم خوبی بودین دیگه پس. خوب بودم نسبتا. آدم خوب لط میکنن اصلا، من که میفهمم. نه، ما متوسط بودیم. تو اگه متوسط بودیم که اصلا لط نمیکنن. خب، درس های صنف های 3 و 4 در این صنف 3 4 5 من تا صنف 6 به ایران درس خوندم. خب، به ایران دری نبود، فارسی بود. ما به قم بودیم. خب فارسی ایران بود و بیشتر چیزام نبود، مثل فیزیک و کیمیا و اینا نبود. به اون صنف از این مزخرفات اینا نبود. نه مزخرفات. خب نه، در کل زیاد از درس خوشم نمیاد. آلی خوشتان می؟ چرا دیگه؟ چون خوردترکی بودن زیاد به شوخی و ایبر علاقه داشتم، زیاد به فکر درس نبود. بله، خب بمانه آلی کرکترک بازی میکنیم باشه بعدم پرسم کنم. آلی بندام شما چیزی که من درک میکنم، فکر میکنم آدم درونگرا، اهل مطالعه درونگرا خوب قطعا، آدم همیشه جدی؟ نه. نه؟ نه جدی نه. جدی نیستی؟ نه. خب اول بگین، خب سال اول چطور گذشته؟
چیزی به یاد دارین؟ سالهای اول زندگی من از 3 سالگی خیاد میدم. خب دیگه 2 ساله بود و ما ایران رفتیم. ایران رفتیم بعد اونجا تا صنف 5 مکتب خوندم. دیگه باز بعد از صنف 5 دوباره آمدیم داخل کشور و باز دوران ابتدایی رو به یکی از ولسوالی های هرات ولسوالی گذره اونجا سپری کردم. بعد از دوران مکتب خب به دوران مکتب من یک شخصیت آرومی بودم شاید از ظاهر مشخص بشه بله و ما گفتن نمونده که دوران مکتب داخل همون لیسه که ما درس میخوندیم اولین کپ اخلاق رو برمه دادن نام خدا بله. من که یادم میاد تجربه من این هست که کل آدمایی که شوخ بودن دوران مکتب یا اکثرشان بی سرنوشت شدن وقتی بالا آمدن آدمای آرام رفتن کمدین شدن خب من یک چیز بگم نمیفهم این نظر شخصی منه من فکر میکنم بیشتر کمدین ها درون گرایان به خیلی چیزا دارم برای گفتن خیلی حرفا دارم برای گفتن جدا موافقم خب با خیلی از کمدین های دنیا هم که مثلا زندگی نامه اینا رو مطالعه میکنم مثل چارلی چابلین وای چقدر شخصیت درون گرایه و من خودم احساس میکنم شخصیت من درون گرایه بسیار خوب سوالات دیگه باشه بر بعد بفرمایید الان خودشون مثلا اخ میبینید تحصیلات عالی لیسانس چی خواندین اصلا چیزی که خواندین به دردتون داریم مسلک تو خوب بله 100% خب چی خواندین من گرافیک خواندم گرافیک رشته هنرهای زیبا گرافیک درست البته بیشتر تکنولوژی کار میکنین دیگه بله بیشتر بخش اصلا یک بود کارم گرافیک هست خوب. انیمیشن سازی درست دیگه من خودم به طور اتفاقی من گرافیک خواندم اتفاقی به طور اتفاقی من وقتی که امتحان دادم شاگرد آرام بودم مگه من درس خون نبودم وقتی که من 12 امتحان دادم وارد امتحان کنکور اصلا خیلی ناامیدانه مثلا سوالا جواب میدادم میفهمیدم که اصلا چیزی نمیشه خوب. آخرین انتخاب صنایع استاد کمال الدین بهزاد بود انستیتوت صنایع استاد کمال الدین بهزاد که به همو خوشبختانه بگم دیگه البته ها دیگه باید خوشبختانه بگم که به همو قبول شدم و انستیتوت شروع کردم 2 سال خواندم بعد وارد انستیتوت شدم باز من درس خوان شدم بسیار یعنی خوب این درونگرا بودن براتون خوشایند است یا گاهی وقتا عصبانیتون میسازه بعضی وقتا آزار میدم هر درونگرا بودن خوب. خیلی از شخصیت ها هست بیرون مثلا میبینن من میگن تو داخل تلویزیون خیلی شخصیت شوخی چرا به بیرون اینقدر آرومی وقتی که کسی به شما انتقاد بکنه مثلا به خود میگیرین حزمش کردن میرین عذابش هم میکشین سعی میکنم چیز هم نمیگین شما از حال ما درونگرا نمیفهمین شما از حال ما نمیفهمین خب کارهای اولتان چی بود آقای رحمتی ما کارهای اول که شروع کردیم از تئاتر شروع کرده بودیم با قدیر جان عربزاده، محبوب جان بهنام، سید آقا ساین، مصطفی اعتمادی جا داره که همینجه یک تشکری خاص از مصطفی اعتمادی بکنین این برنامه با پرسان نیست ما چند ساله که با همیم و کارهایی که از اول شروع کردیم با هم بودیم سریال ها بود، سریال چای جوش آباد و سریال facebook.com و زبان زرگری، سریال کلک شیشم بسیار خورد بودم من کار کرده بودم یعنی چند سال میشه؟ تقریبا از همه اینها بیشتر از 10 سال 10 سال 11 سال میشه که ما از اول که شروع کردیم تا حالا شما همسن هم هستین زیاد ها فکر میکنم در یک روز سالگیتون میگیرین دور استفاده داره دور استفاده داره اصلا چند روز از مکلانتر کلانتر خیلی خوب شاید ظاهر سال 14 شد ما 14 سال بعدم افغان ها 14 سال 14 بسیار خوب چطور شروع شد اولین کار شما؟ همونطور که اصلا جان گفت کار ما از گروه چرای ماندگار شروع شد یک گروه تازه تأسیس بازیگری داخل ایرات بود یعنی برای اولین بار داخل ایرات یک گروه بازیگری ایجاد شد خب من خیلی دوست داشتم یعنی همونطور که میگم درونگرایم خیلی دوست داشتم که من سمت و سو برم ولی نمیفهمم از کدوم راه برم لیسه انقلاب بودم به هرات یک مکتب است لیسه انقلاب صنف 12 بودم بیرون شدم از مکتب وقت رخصت بود بعد تئاتر ایرات پهلوی لسه انقلاب بود من رفتم یک نمیدونم از داخل تئاتر ایرات چند تا از این هنرمندای اصیل هراتی پایین میشن و من خیلی دوستشم اینا رو ببینم دیگه اینا یعنی همون لحظه خیلی حسرت خودم کی میشه داخل تئاتر برم خود از اینا صحبت کنم یا مثلا عکس بگیرم فلان
خب هر روز همین دغدغه به دلم بود. یک روز دل زدم به دریا بالا شدم، به پدای تئاتر بالا شدم و رفتم دیدم یک تیمیه. برام جالب بود که همچین تیمی نیده بودم، دارن اما اکتای بازیگری میکنن، تمرین بازیگری میکنن. خب من خیلی علاقه من شدم دیگه. شروع کار بازیگر ما از چهرهای ماندگار بود، با همین بچه های مثلا قدیر جان، حسن جان، سید آقا، مصطفی اعتمادی و چند تا دیگه از بچه ها. بسیار خوب، بسیار عالی. خیلی خوب، ما فکر میکنم در جای بسیار خوب قرار داریم این سالها، این روزها و این ماها. میریم به طرف وضعیت بهتر، حتما صحبت میکنم، اگر راضی نیستینم نقد کنیم. پس از یک وقفی کوتاه ادامه میتین با ما باشین. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. آی رحمتی، من یک سوال دارم، مگر پیش از جوابش از خندقن میگیرم یک بار که او رو تکرار نکنین. خوب، اونجا شما یک نقش یک دکتر بازی میکردین که هیچ حوصله نداشت، زود سوالات بپرس که من وقت ندارم. وقتی پرسیدین که چطور تداوی میکنین 385 نفر یا 185 نفر آدم رو؟ حالا جواب من این ندین که من پرسان میکنم که برنامه خودتان وقتی نشه میشه چطور میبینین؟ آدم بولی؟ آدم بولی. برنامه خودتان میبینین؟ زیاد من خودم که هستم، کل بچه ها زیاد امو وقتی که ساب میکنیم یک نگاه میکنیم، بعد از اینکه خلاص میشه یک نگاه میکنیم. از تلویزیون زیاد من ندیدم واقعا برنامه. چرا دوستان میبینن، تعریف میکنن، زیاد خیلی طرفدار پیدا شده برای برنامه. خب نسبت به قبل دشنام زیاد گرفتیم؟ زیاد. خب پس نثارشان کردیم؟ نه اصلا. چی پیام دارین به اونایی که قسم فکر میکنن؟ خب ما کلن موتو که طنز انتقادی جور میکنیم، انتقاد پذیرم هست. مثلا من خیلی از دوستار داخل کامنت ها دیدم که دو میزنن و هرچی میگن. خب ما نباید باز با دو بیاییم جواب اینا رو بدیم. ما میتونیم با یک جور ادبی یا یک طنز تمثیلی، پارچه تمثیلی، با یک طنز بسیار خوب اجرا کنیم. پس بیشوریشان رو برویشان بکشیم. دقیقاً. بله، همونطور است نه؟ چند سال میشه که ادای مردم رو در میارین؟ یک 10 سال میشه ادای مردم رو در میارین. خیلی لذت میبرین نه؟ در کل هنر لذت داره، واقعا هنر لذت داره. وقتی ما میگیریم یک پدیده رو، میگیریم به زیبایی به تصویر میکشیم و اون خود ما باز دوباره نگاه میکنیم، خیلی لذت داره جدا. کدام کاراکتر شما بیشتر کاراکتر مثبت بازی میکنین؟ درست است، بیشتر کاراکترهای مثلا خلافکار شهری نقش مجری، یا مثلا به خود خبر نقش مجری، یا به گفتمان نقش مجری، یا نقش یک کاراکتر مظلوم تاثیری خور. اونجا فهمیدم میشه که شما آدم مظلومی هستین درونگرا، که وقتی جوابهای خوبی از شهروندای عزیزم میشنوین، از یک راننده بسیار محترم که اجازه نمیده که موتور امبولانس پیش بره، بعد میمونین تو به طرف کامره. چیکار بکنیم بالاخره؟ همه قسمت. اگر میخواین چیز بگین اینجا بگین، دیگه اگه اون برنامه گفته نمیشه. حرفا خیلی زیاد بود. باز برنامه نگم. سوجامو کم نه. آقای ممنون مقصودی که یادشون بکنیم از ممثلین افغانستان، یک باور دارن میگن که ما بارها صحبت کردیم، میگن تمام زندگی تمثیل کردن است. شما موافقی؟ زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرمان نغمه که مردم بسپارن به یاد. داخل همین شعر میتونه همین چیز رو بیان کنه به نظر من. تمثیل کردن بخش مهم زندگی اجتماعی که هست. چقدر شخصیت شما را زیر تاثیر گرفته؟ یعنی همه جا با دوستا در رابطه با امینجا چقدر تمثیل میکنین؟ واقعا خودتان هستین؟ من خودمونم. راحت. خب در وقتی که اجرا میکنین، در صحنه ای که ثبت میکنین، اونجا برای بعضی دیالوگ ها، بعضی کاراکتر ها، بعضی ادا ها میخندین؟ بعضی وقت چرا آدم خنده میگیره دیالوگ؟ ولی خیلی جدی هستین در روی تصویر. درسته جدی هستیم. خب چون بعضی وقتا که اگر خنده میگیره کات میشه، دوباره دیالوگ گفته میشه به مو صورت رسمی گفته میشه. خب ما هر نقشی، من زیاد خود من نقشام منفیر زیاد کار میکنم.
زیاد من راحتم داخل نقش خو وقتی که کار میکنم. انتخاب. اگر انتخاب مشکلی هم چرا انتخاب هم دارم، اگر مشکلی هم داخل نقش خو داشته باشم، دوستا ما یک تیمیم که ازم گفتم از 10 سال پیش با هم کار میکنیم، حالا کم با همیم تیم، یک تیمی که با هم کار میکنه. اگر من مشکلی داشته باشم دیگه دوستا مشکل مر میگیرن و حل میشه مشکل، اگر اونا داشته باشن ما میگیم خب تیمی کار میکنه، هم دیگر نقد میکنه، دیگر نقد میکنه. جنگ نمیکنه افغان ها خاصیت شما؟ چرا جنگل بعضی زیاد نیست کشمه که شاید کشمه بین ما و لطفا رو از وسط برنامه بیرون بکشید. میخواین کدوم فکایی بگین؟ من فکایی یاد ندارم. کی اهل فکایی از در تیم ما؟ اصلا استعداد فکایی ندارم من. ای ببین یه بالا فکایی گفتین کلی تو پر از برنامه تا دیگه در حال فکایی فیلم ذهنم نیست. خب فیلم ذهنم نیست چی بگم؟ یک فکایی بگین. فکایی تمام آدم واری بسیار خوب است. من میخوایم اشارت بکنم به فضای اجتماعی خود ما و از دوستای نظراتشون رو بگیرم. اصلا نان مهم است یا غیرت؟ هر دویش. یکی رو انتخاب کردم یه دفعه. خب نمیشه هر دویش. نه 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 یکی رو انتخاب کردم. اول تو اولویت داره دیگه، میتونین یکی رو اول بسازین یکی رو دومی. خب به افغانستان اول نان. نان بی غیرت یعنی؟ بی غیرت گفته نمیشه. کسی که دنبال نان بره بی غیرت گفته نمیشه. کسی که نان در اول قرار میده و غیرت در دوم میاره، او بی غیرت گفته نمیشه. 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 و با او غیرت دارایی چی میکنین که نان ندارن؟ خب ما داریم خیلی از جوانای ما که مثلا تحصیلات عالی و قبلا که بوده خیلی کارهای خوبی میکردن و خیلی مثلا استعدادهای نابه دارن، ولی فعلا بیکارن. و یکی من خود من از دوستا خور دیدم که کرچیوانی میکنه، یکی بوترنگ میده. واقعا ظلم میشه به حق جوانایی که ما فعلا در افغانستان داریم. اگر دولت حاله بخواه که یک کار یک زمینی برای رشد جوانا بده، به فکر میکنم هم کار داریم با شما، هم نان داریم و هم غیرت داریم. بله 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 این خیلی مهم است، هم نان داشته باشیم هم غیرت. آقای بهنام، مهمترین اشتباه افغان ها چیست که شما فکر میکنین یک کمدین یک هنرمند باید همیشه به او اشاره بکنه؟ مهمترین اشتباه ما از لحظات خود درست استفاده نمیکنه. در کل دیگه کشور رو نگاه کنه، مطالعه یک فرهنگ شده بین مردم. ولی در کشور ما خیلی به ندرت میبینیم یک جوان یک کتاب به دست بیاره و مطالعه کنه. من فکر میکنم بزرگترین عامل هم سواد باشه. بی سوادی باشه. بله. من در یک برنامه اشتباه گفته بودم که سواد مشکل کلان افغانستان است. منظورم بی سوادی بود. منظور شما هم بی سوادی است. موسیقی میشنوین؟ بله. موسیقی انتخابی دارین؟ بیشتر سبک پاپ گوش میکشم. خب بسیار خوب، او هم به درونگراه خیلی خوب میه. شما موسیقی میشنوید؟ بله میشنم. یا وقتش نیست؟ نه میشنم. موسیقی میشنوید؟ فیلم هم میبینین؟ من در کنار بازیگری آرایشگرم هستم. خب کار گریم را هم میکنم. در همین چند سریالی هم که بوده، در برنامه هم که بوده، من هم نقش داشتم هم گریمور بودم. من دیدم دست عادلانه ایتانه که به خودتان زیاد میرسید در برنامه. اول متوجه شدم. نه برعکس، ما و قدیر جان که هستیم زیاد به خود نمیرسیم داخل برنامه، چون نقشایی که با ما میدم منفیه. نقشا منفی هم زیاد هم تو گروتکی و بقول شما بدماشی و اینا که هست، رخت های کشال کشال میپوشیم و مندیل میزنیم و این گپا. به خود خود نمیرسه، بر ما هم نمیرسه. آه دیگه ما که ایتنیم دیگه باید اینا ممیته باشه. بسیار خوب، قبل از اینکه وقفه بریم، رابطه تان با شکم چطور است؟ از آقای بیستون به نام شنو کنیم. اشتهای خوب دارین همیشه؟ نه اتفاقا من مشکل اشتها رو زیاد دارم. برای دوستا مشخصه. بله. کم میخورین؟ خیلی کم میخورم. غذای کدام غذای هراتی رو خوش دارین؟ غذای هراتی گوشت لند. که چیری گوشت لند؟ گوشت قاق میگین شما؟ گوشت قاق میگین؟ بله درسته. او ما در زمستان زیاد اشتهای از اونا رو دارید؟ بیشتر ها در زمستان هست دیگه، در تابستان نیست دیگه مقصد. شما غذای مورد علاقه تان چیست؟ فکر میکنم قرمه سبزی باشه.
قرمه سبزی یک غذای اصیل ایرانیه که فعلا به هرات هم جا افتاده، بیشتر خونه جور میکنه. خودتون آشپزی بلد هستین؟ کم کم. آشپزی میکنین گاهی؟ بله بله. خب بسیار خوب. سوالی که هست، اصلا تو آشپزی بلدی؟ کم کم. راست دو؟ اینا که هستن حتی تخم مرغ را هم بلد نیان درست کنم. باز من حداقل شوربا بلدم، برنج بلدم، مکرنی بلدم. خب اینا غذای دیگه. نشو فکر. من پرسیدم رابطه کی با شکمش خوب است. معلومه دیگه. من مشکل دارم، هر چی میخورم به روی زبان من نمیسته. خب چرا؟ خیلی مشکل سخت. بسیار واقعا جدی هستین. خب از حامی برنامه ما تشکر میکنیم. هپی مسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. شما میتونین از این انرژی ها استفاده کنین اگر لذت شبهتان هست یا نیست. خب سوالات بعدی را پس از یک وقفه کوتاه مطرح میکنین. با ما باشین. خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. در این نوبت عکس‌ها را می‌بینیم و تبصره‌هایی که بر روی عکس‌ها هست. از هر دو مهمان عزیز ما چهار عکس داریم. اولم آقای رحمتی. عکس‌های آقای رحمتی را بیارین که ببینیم چی می‌فرماین. واو. من میگم به خود رسیدگی میکنه. چند سال پیش است؟ شاید 4-5 سال پیش. 4-5 سال پیش است. میخواید مورد چیزی بگوین؟ کجا عکس گرفته بودین؟ تفریح رفته بودین؟ تفریح رفته بودیم ها و میله رفته بودیم. فکر کنم نوروز بود. خب بسیار خوب. علی خب عکس بعدی. بله بفرمایید اینا را معرفی بکنید. داخل یکی از سالن‌های آرش کریم هست. دوستا همکارا بودن. محمد مارتین یکی از خواننده‌های خوب کشور بودن. دیگه مصطفی اعتمادی هم کارگردان بود. بله درست. عکس بعدی. آها خب اینجا هم تیم است. دوره جوانی بود نه؟ تقریبا 6-7 سال میشه سریال زبان زرگری، ثبت سریال زبان زرگری بوده که با قدیر جان عربزاده کار کرد. تیم بودن کلن نه؟ بله. خب عکس بعدی. سر ثبت این سلفی رو چی قسمی گرفتین؟ برنامه اشتخاش شد. خب آقای عربزاده هم هستن؟ بله، آقای بهنام هم هستن، آقای عربزاده هم هستن. بسیار خوب. عکسایی که مربوط به ازدواجشان میشد باید میآوردین؟ ازدواج کی؟ شما؟ من شکر خدا مجرد. یعنی ازدواج کردن؟ به زندان رفتن؟ من نظر شخصی خود من نمیگم شکر خدا. بعضی دوست دارن ازدواج. خب انز من خب گفتم اول 14 سالی این خوردم باشه که بسن قانونی برسم بعد ازدواج برم. یعنی بسن قانونی میرسید 4 سال بعد میخواین ازدواج کنین؟ خب ببینیم شرایط چی ایجاب میکنه. میفهمین در روسی شوهر موش میگن، میخواین باشین؟ نه دیگه. خب این تصمیم خود گرفتن. عکس های آقای بهنام میبینیم. واو این چقدر هنرمندان است. 10 سال پیش این تئاتر من روانی نیستم نام تئاتر بود. خب. 10 سال پیش این مهاجرت های غیرقانونی اوج گرفته بود. اکثر جوان ها مهاجرت میکردن اروپا. خب به همون زمان بود ما به این شدیم یک تئاتر درست کنیم، یک تئاتر بنویسیم، یک تئاتر کار کنیم که خیلی موثر باشه. تئاتر خیلی تراژید بود. و من یک شخصیت داشتم که به حساب تمام زندگی خور داخل را از دست دادم، خانم خور از دست دادم. و به اونجا هم که رسیدم من دوباره دیپورت میکنن داخل افغانستان. بعد از 2 ماه روانی شده بودم، یعنی همون شخصیت روانی کار میکردم. عنوانم بود من روانی نیستم. من روانی نیستم. بله من روانی نیستم. و خب ادامه بده. من روانی نیستم. عکس بعدی رو ببینیم. بله. دانشکده هنرهای زیبای نمایشگاه بود همراه استاد آقای مهدی حفیظی و سنفی آمن. بسیار خوب. یک روز پرخاطری بود. آله میفهمن که شما چی گلهای را در خندقم به آب میدین؟ میبینن دیگه پیام ها را دلات میکنین؟ بله حتما پیام بدین. خب عکس بعدی. این آخرین روز دانشگاه بود که فارغ شدیم دیگه. آمدیم بیرون دم دروازه دانشگاه آخرین عکس گرفتیم. کدام سال فارغ شدیم؟ سال 96 96.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. عکس بعدی رو می‌بینیم. همونطور که گفتم صحنه تئاتر طنز غول چراغ جادو یک تئاتر بود و این هم در رابطه با مهاجرت‌های غیرقانونی بود. یعنی دو ماه بعد از او تئاتر تراژدی کار کردیم، گفتم باشه یک تئاتر طنز هم شاید تاثیر بیشتر باشه روی جامعه. ارزیابیتون چی است؟ نفهمیدم. ارزیابی شما چی بود؟ بعد تاثیر گذارتر بودن؟ تاثیر بودش. حتی مثلا تئاتر تراژدی که ما کار کردیم، خیلی از کسا که اونجا شیشته بودن، حتی رئیس اطلاعات فرهنگ هم زمان آمد روی استیج و بغض کرده بود، گریه میکرد زمانی که از راجب تئاتر ما صحبت میکرد. و خب تاثیر چشمگیری بود، میدیدیم. عکس آخری رو میبینیم. جریان کار؟ با آقای ساین بود، رفته بودیم مشهد، یک سفر کاری بود. و کجا؟ مشهد. مشهد. بله. دیگه او دوستم هم یکی از سینماگرای ایران هستن. بسیار خوب، بسیار خوب. یک سفر به زندگی که روی عکس‌ها ثبت شده. عالی بود. شما ازدواج کردین؟ من نامزد دارم. بسیار خوب. خوشحال هستین؟ بله. بسیار هم. بله. بهشون هم بفهمنین. البته نامزد من صنفی من. بسیار خوب. بله. این یعنی فکر میکنم بسیار خوشاینده. خیلی بهتر. بله خیلی. آینده خوب و خوش. دقیقاً. این خیلی عالی است. ببین مزایا داره. خب دیگه ببینیم چی میشه. هر قدر تمثیل کنین که بده است خوب است. ما که نداشتیم نمیفهمیم. نگه که ما خود ندیدیم خوبیشه. خب بسیار خوب. از انعنات خوب هرات میخواین چیز بگوین آقای بهنام؟ از شما بشنویم. از انعنات خوب هرات. هرات بسیار دوست داشتنی است، درسته؟ بله بله. از انعنات خوب هرات میتونیم قالیبافی رو بگیم. قالیبافی دیگه صنایع دستی هرات دیگه. چی بود اصلا؟ کمک کن بگو دیگه. مرغ جنگی. نه اونا خوب. مواردی که برش نقد میکنین چیست که میخواین تند خند و خند مثلا از پیام هایی که به افغانستان میرسن و به خصوص به هرات چیست؟ از موارد بسیار بعدی که یعنی واقعا بعد و افتضاحه که دل منو مایه بگم، مثلا سگ جنگی هست. بله درسته. متاسفانه مرغ جنگی هست، کرک جنگی هست. کرک میگم، ما نمیفهمم بودنه میگم. بودنه میگم. بله درست. خب برای یک طنز پرداز و کمدین چقدر مواد در جامعه افغانی وجود داره؟ موادی که ایست؟ منظورم سوژه است. خب سوژه زیاد داریم. بعضی وقتا به مشکل کم بوده سوژه میخورن که باز دوستا کمک میکنن. گفتن خلافکار شهری بسیار زیاد است. ما در کل هر چیزی که ببینیم که مثلا به چشم ما بد میخوره یا در کلی بگیم در چشم مردم جامعه یا یک مضر است یا ضرر داره، ما او سوژه جور میکنیم. چون بیشتر طنزهای انتقادی سوژه های داخل شهری و داخل خود افغانستانه. یعنی خوشبختانه بگیم که اگر ما از لحاظ مثلا امکانات در او سطح نیم و از دیگه لحاظا در او سطح نیم، سوژه زیاد داریم داخل افغانستان. خیلی میتونیم سوژه پیدا کنه و این خوشبخت جای خوشبختیه برای ما. در مورد گذشته و آینده کمیت در افغانستان نظرت دارین؟ کمیت در افغانستان در مثلا در گذشته که تنها کمدی که من دیدم و ویدیوهای دیدم نام طنز زیادم رفته، نام همون کمدی که آقای محمود مقصودی اجرا میکردن، تنها کمدی که میدیدم همو بود دیگه. متاسفانه یک کمدی گذشته پرباری در رابطه با کمدی ما نداریم. در رابطه با کمدی و طنز او چی بود؟ کند زوی در زبان پشتو از ممنون مقصودی که بود. ولی من نمیفهم، البته به شکل تخصصیش شاید تفاوت بکنه. ما مثلا حاجی محمد کامران داشتیم، او میتونه کمدین باشه یا نه، ولی ممثل میگفتن اصطلاح قبلی ما که جمع میکرد هم کمد هم غیر کمد. بازی اونا رو دیدین؟ بله بله، بازی آقای مقصودی رو دیدم و به اون زمان خیلی، یعنی سطح بازی خیلی بالا بود به اون زمان. حالا نمیفهم چی دلیل بوده. خب من زیاد مطالعه هم نکردم در رابطه، ولی خب سطح بازی نسبت به این زمان و نسبت به شرایط میبینم خیلی بهتر بود. فکر میکنین یک کتاب نوشتن یک کتاب زیاد کار میتونه کرده برای جامعه تاثیر میگذاره یا ساختن یک فیلم؟ ساختن یک فیلم میتونه زیادتر تاثیر بگذاره، چون همونطور که پیشتر گفتم متاسفانه فرهنگ کتابخانی داخل جامعه ما بسیار پایین است. من دیگه صرف نظر کردم از نوشتن.
نه نه خب او هم جای خود داره دقیقاً باز یک سری آدما پیدا میشن خب هستن داخل جامعه ما خوشبختانه هستن دارن مطالعه میکنن ما خود من حداقل سال یک کتاب مطالعه میکنم یکی از مؤسسین ما شما پیام بدین به اینا یکی از مؤسسین ما چند سال پیش چند بار اومدن مشوره کردن ما میخوایم یک کتاب بنویسیم در مورد مطالعه چگونه مطالعه کنیم چطور به مطالعه کردن عادت کنیم مثلا این سوالا رو میخواد جواب بده در نهایت ما به فکر رسیدم اصلا بر کسایی که هیچ مطالعه نمیکنن شما باز کتاب نوشته میکنین یعنی چی یعنی کسی که هیچ مطالعه نمیکنه شما رو پس طریق کتاب رو دعوت میکنه میشه که از دیگه راههای برای نو مثلا همو سوژر بگیم مثلا علی بعضی ها کتاب دوست ندارن نمیخونن میتونن تلویزیون ببینن همو فیلم ببینن که یا همو ویدیویی که در رابطه با همو کتاب چیز شده اور ببینن دیگه این میتونه جایگزین کتاب باشه بله. من خودم فکر میکنم پیش از اینکه وقفه بریم بسیار کوتاه بگوین آینده خودتان چه قسمی تصویر کردین در ذهنتان اگه همیت باشه که هیچی آینده نداره به نظر من آینده بسیار ولی امید هست ما جوانای داریم که ما به اونا افتخار میکنیم که آینده ساز و کشور آینده داشته باشن ببینیم چی کار میکنن ما بعد از وقفه کوتاه شما را در یک موقعیت بسیار فوق العاده قرار میدیم قضاوت کنین فقط چند دقیقه بعد با ما باشین فعلا وقفه بسیار خوش آمدین بسیار خوش آمدین نوبت قضاوت های که باید در این برنامه داشته باشیم از طرف میمانای ما در همین فرصت هستیم در همین موقعیت و هر دو میمان بزرگواری که داریم فعلا موقتا در افغانستان آقای رحمتی به حیث رئیس جمهور عمل میکنه و آقای بهنام به حیث رئیس اجرایه ما یک 5 نفر را که بیکار ماندن بی سرنوشت هستن برشان میخواییم وظیفه بتین از بیشتر نوشتن نجات بتین با وجود ای که ما میلیون ها بیکار دیگه داریم این 5 نفر آدم های مهمی هستن باید سرنوشت شان معین شود دیگه شما لطف کنین همکاری کنین یک وظیفه برشان در نظر بگیرین خوبه؟ خب مثلا در رأس بالا یا نه شما به حیث رئیس جمهور صلاحیت دارین هر کاره میسازین مامور میسازین وزیر میسازین رئیس میسازین یک موقعیت دیگه بالاخره ببخشین آقای کرزی میبخشید ریاست تلویزیون از خودت مثلا خیلی راحت وزارت زراعت از خودت هیچ مثلا اینا شما ببخشین بازار میدونه زندان روان کنین اصلا مثلا ما سفارش نمیکنیم آقای حسن رحمتی استاد مددی هستین استاد وهاب مددی را چی وظیفه میتین مشوره میکنین رئیس سینماگران افغانستان رئیس سینماگران افغانستان بسیار خوب بسیار خوب امیدوارم بپذیرن آقای بهنام نظر ندارین رئیس میشه رئیس اتحادیه سینماگران موسیقی افغانستان موسیقی افغانستان بسیار خوب بسیار خوب صدایشان دوست داشتنی عکس بعدی رو میبینیم فکر میکنم وا همکار ما مجیب جان عارض همکار دوست داشتنی ما میخواین چی وظیفه برش بتین لطف کنین دیگه یک لطف کنین ما میخوایم واسطه شوام رفیقم هست رئیس گمرکات چرا؟ چرا آخه؟ او فقط میره ولایت های میدان تای میدان رئیس رستوران دارای افغانستان خب بسیار خوب مجیب جان امیدوارم بپذیری دیگه عکس بعدی از دنیای ورزش نثار احمد بهاوی خب من فکر میکنم هر کدوم از اینا به مو تخصص خود خود جایگزین بشن بهتره حالا او برادر 20 سال ما متخصصین رو در جای خودش داشتیم نداشتیم دیگه میتونیم شما راحت وزارت مخابرات پیشنهاد کنین برش مشکل نداره اونا کار میکنن در جای ولی من پیشنهاد نمیکنم خب موافقی؟ موافقم چاره نیست اینا باید برن سمت ورزش از سینماگرای افغانستان لینا علم هیچ نقش برش نمیدین هیچ وظیفه اینا باید برن بسیار با استعداد هست که نمیدن با استعداد هست همین کفایت میکنه دیگه نه ماش باید بگیرن وظیفه اعضای افغان فیلم یکی از اعضای افغان فیلم عضویت افغان فیلم باید بگیرن فقط تمام رئیس افغان فیلم خوب نیست خوبه
بر رئیس جمهور ریاست دادن به کسی چی فرق میکنه؟ بخشیدن است دیگه. حال آینده کشورم او هم یک چیز جداه. آینده کشور کی در نظر گرفته؟ مگر میشه همیتا ما هم نگرفتیم شما هم نگرفتیم حال فعلا همیتا شما بهترین رئیس جمهور است آینده افغانستان در نظر میگیرین؟ شوخی هم را جدی نگیرین؟ شما هم شوخی هم را جدی نگیرین. خانم ناهید فرید واقعا یک شخص خیلی تاثیرگذار بودم که فکر کنم در جمع 12 بانو یا 6 بانوی تاثیرگذار افغانستان هم بودم. درست. خب اینا رو وظیفه برش بتین چی مقررش میکنین؟ عرضش پیش ماست جلالت ما. حالا در کابینه یک بسته ببین باز وقت بینم دیگه مشوره میکنه ببینیم به چی نتیجه مرسه. امیدوار باشن دیگه به هر لحاظ. امیدوار باشن. خب. منتظر خبر باشن. خب منتظر خبر باشن. راستی خبرم بسیار خوب است. صحبت نکنه بعد از وقفه. فکر میکنم نوبت وقفه است یا وقت داریم؟ خب وقت داریم. اصلا چقدر جغرافی های افغانستان بلد هستین آقای رحمتی؟ کجاها را رفتین دیدین؟ من زیاد افغانستان چکر نزدم. ایران رفتم. هرات را هم کامل بلدم. بادغیس را هم رفتم. دیگه یک مزار شریف هم فقط داخل حرم رفتم و پس بیرون شدم که اینجا کم کار داشتم. کابل را هم زیاد بلد نیستم. فقط همینجا هتل. کابل چند بار آمدین؟ کابل زیاد آمدن تقریبا 7-8 بار بی آمد. خب مدت کمی بودین دوباره رفتیم؟ یک هفته بودیم و رفتیم. به خاطر کاری بوده یا کابل چطور تعریف میکنه؟ کابل خوب است؟ کابل آدم به تفریح بیای خیلی خوبه. من رفتم پغمان رفتم دیگه استالیف رفتم قرقه رفتم جای بسیار خوبه بلسولی سروبی رفتم. خب خب جای خوبه دارم. خوشایند است دیگه هوای کابل. دیگران هر شهر از خود یک جای دیدنی داره و یک لذت دیگه داره. مثلا ما به هرات که میریم مثلا جای دوردست داره بندای بند ترگوندی و بند بندر اسلام قلعه و دیگه طرفای کروخ جای دیدنی و تفریحی داره. مثلا کابل هم همو قسم. وقتی کابل دیدین دی چند روز زیاد سوژه یافتین؟ هر کدوم ما نفر 1-4-5 تا سوژه گیر کرد. با اینکه خیلی داخل بازار نبودیم. نبودیم. نبودید. خب بر کابلی هم کمی رحم بکنین. چاره نیست دیگه. ما کلی برنامه میسازیم. تنها مختص به خاطر یک ولایت نمیسازیم. بله درست. کلی ما میسازیم. درست است. خب تجربه هایی که در خندقند است چیزهای نو یاد داده نسبت به گذشته حتما این تجربه ها تجربه های جالب هست. خب طبیعتا هر کار یک دوره تئوری داره یک دوره عملی داره. من قبل از اینکه مثلا وارد کار اجرایی بازیگری باشم یک سری چیزا تئوری مطالعه کردم خوندم. خب اونم تاثیر خورده داشت. میگم سایه عملی باز دیگه سایه خیلی اندوختهام زیاد شد و خیلی چیزا یاد گرفتم وقتی عملی ما یک چیز رو کار میکنیم. بیاید مورد هنرمندا صحبت بکنیم. هنرمندی که عاشق نشه میتونه هنرمند شه؟ نه نه چون عشق تنها عشق لیلی و مجنون نیه. عشق شیرین و فرهاد نیه. چرا اینجا میبرین؟ فقط کافیه عاشق باشه آدم هیچ فرقی نمیکنه. درسته؟ عاشق شدین؟ من عاشق کار هستم. بله دیگه همسر خودم زیاد دوست دارم و میتونم بگیم عاشقش هستم. بله خوب است دانستین رو بگوین. از شما میخواین بگوین در مورد عشق عاشقی نظر دارین؟ نه هیچ نظر هیچ نظر ندارین. عاشق هستم. عاشق مادر جان. عاشق زندگی کردم. بسیار خوب. عاشق زندگی کردم. البته من یک حس خاصی دارم. فکر میکنم باورم است. فکر میکنم آدم که عاشق نشه نمیتونه هنرمند خوب شود. یک قسمتی از درک کردن جهان و دیگران که هنرمند باید این درک داشته باشه مربوط به تجربه عشق است. حالا شما من میفهمم شما خیلی محافظه کاری میکنین. به حال مربوط خودتان من کاری نیست. از سیاست مداره ای افغانستان خوشتان میاد؟ من زیاد پشت موضوع سیاسی من نگشتم خیلی. یعنی الگویی نشد که من انتخاب کنم بین سیاست مدارا که بکنم. این واقعا یک سیاست مدار خوبیه و الگوی من هست.
جلو کلام از اینا میگن در دوره جمهوریت هم که بود ما بی‌طرف بودیم، در دوره امارات هم که هست ما بی‌طرف هم، زیاد با دولتی ها ما سر و کار نداریم. نه من حیث تیم نمیگم، من حیث فرد میگم. شما یک مردم افغانستان کلا در سیاست نظر دارن ندارن؟ دقیقا اصلا داخل تاکسی ها 90% داخل تاکسی ها همیست اصلا، و در 90% نظری هم که دارن 89% دشنام. بله بله، دفاع کردن از کسایی که هرگز ندیدن، هرگز هم از نزدیک ندیدن که چی کار میکنن. به هر حال بسیار عالی، در مورد آینده صحبت خود کردیم و سوالات دیگه که در قسمت آخر برنامه سراچه باقی است، با ما باشین پس از یک وقفه کوتاه کوتاه. بسیار خوش آمدین. قسمت پایان برنامه سراچه است و آقای بهنام و حسن رحمتی مهمانای برنامه بودن هستند. خب قضاوت ها، ما چند جمله داریم که فقط دو جواب داره، گزینه مثبت داره و منفی، اما با یک عبارت مشخصش. من چند تا جمله میگم، پنج جمله هست، اینا رو باید چهار تا بگیم که دو تا برسن. شما فقط از دو تا گزینه که دارین جواب میدین، خوب میکند یا بد میکند. یک کسی کاری میکند، شما بگوین خوب میکنه یا بد میکنه، من فقط میگم چی کار میکنه. خوب است؟ نیست. خب از آقای رحمتی شروع میکنم. من اولین جمله، بعضی ها حق خود را پیش از کار کردن میخوان، خوب میکنن یا بد میکنن؟ بد میکنن. بد میکنن پیش از کار کردن میخوان. بسیار خوب. و با حال کسایی که بد کردن، آقای بهنام، بعضی ها اطفال خود را اجازه گپ زدن نمیدن، بد میکنن؟ واقعا بد میکنن، واقعا بد میکنن. بله جای این کارم نداره دیگه. آقای رحمتی، بعضی ها به سن کم ازدواج میکنن، بد میکنن؟ صحیح است نه؟ بد میکنن. چند سالگی باید ازدواج کنن؟ حداقل 30, 27, 25، 40, 39, 38. نه از 25 تا 30، بین 25 تا 30. سن اصلی منظورتان است؟ نه سن ازدواج. خب سن ازدواج آقای حرم زد نه دارم، خودشان چند ساله گرسی میکنم. میگم من هر وقت 18 ساله شدم، ولی یادتان باشه 18 ساله نمیشه. خب آقای بهنام، بعضی ها به جای یاد گرفتن دلیل تراشی میکنن. خب مشخصه دیگه، بد میکنن. همه اینها بد میکنه واقعا؟ واقعا همه اینایی که گفتم بد میکنه. اینا یه جزو گزینه آقای رحمتی. اون خوب میکنه؟ خوب میکنن. بسیار جالب. ما مهمانای سراچه که داشتیم قبلا نظراتشون متفاوت بود، بعضی ها نمیخواستن بگوین کسی بد میکنه در این جامعه. خب یک نوع انتقاد است، یک نوع گرایش به اعترافی که واقعیت جهان چه قسمی هست بین است. به هر حال قسمت های آخر و سوالات آخر، من یک سوال دارم، هر دو دوستان نظرشان رو میگیرم. آقای بهنام، چی چیز میتونه در این جهانی که ما و شما تجربه کردیم و میکنیم در همین فضا و شرایطی که هستیم، چی چیز میتونه بهترین چیز جهان و زندگی ما و شما باشه؟ همدیگر پذیری انسان ها، همدیگر درک کنن، همدیگر بپذیرن، هدف داشته باشن دیگه. امکان اینها هست؟ با این شرایطی که من میبینم نه. میبینیم جهان روز به روز به جای که بهتر شده بره، بدتر شده میره. جهان بدتر شده میره؟ بله. و خانواده های افغان در این قسمت، من همیشه شخصا نظرم ای است که نسل پیشتر ما مقصرتر از ماست، چون ما رو در شرایط قرار دادن که مواجه هستیم. نظر شما هم است؟ میخوایم بگیم که چی قضاوتی دارین در مورد این؟ خب ما نمیتونیم بگیم کامل نسل پیشتر ما مقصر، خب چون اونام هست، اونام مقصر هستن، اما خب این به دست خودمانه که ما بتونیم دوباره از صفر یک چیز نو جور کنه، از صفر بتونیم شروع کنه. اما تو که مثلا میفهمیم که افغانستان و ژاپن مو استقلال خود برای یک روز گرفتن، ولی خب فعلا نگاه کنیم ژاپن کجای، افغانستان کجای؟ درست. این دنیا میتونه عادلانه باشه؟ نه به جان ما.
نمیتونم. نه. آقای رحمتی؟ نه. جهان نمیتونه عادلانه باشه. چرا؟ هیچ امیدی نمیتونیم داشته باشیم؟ امید خوب، مو میگه حتی اگر یک ثانیه هم از زنده موندن آدم باقی مونده، بازم باید آدم امید داشته باشه. چه قسم میتونه اینه؟ خب هدف آدم باید داشته باشه. بی هدف آدم، حتی میگم مثل همین، بی هدف هیچ کار نباید بکنه. یک هدف رو به خود تعیین کنه. ما خیلی از جوانار داریم که استعدادهای خاصی به درون اینا نهفته و تا حال استفاده نکردن. هر کدوم از جوانای افغانستان میتونن یک کاری رو انجام بدن که فعلا یا بحث مالی بوده یا مثلا بحث توان اینا بوده که فهمو موقع نتونستن دیگه ردمو کار رو هله کردن یا دنبال هنر هله کردن. ولی اگر بخوایم بیایم که یک دولت خوبی جور باشه و مثلا جوانا برن سر کار و هم برن استعدادهای خور بروز بدن، میشه که یک کشور خوبی داشته باشه. من فکر میکنم که تمام عناصر روی دنیا دست به دست هم دادن تا دنیا رو به بهبودی ببرن، اما انسان ها نمیگذارن، ما ها نمیگذاریم و ما با نیامی شرایطیم فعلا. در افغانستان در شرایطی که هستیم به نظرتون بر کیها خوش و خوب میگذارن؟ منظورتون از قشر است؟ کدام قشر؟ یعنی نه، فقط من میخوام بگم که بر بیننده خوش میگذره که شما رو میبینن، برای کسایی که از زندگی خود لذت میبرن، برای کسایی که از لحظات زندگی خود استفاده میکنن. من فکر میکنم چون زندگی در لحظه ایه، از اون لحظه خود لذت بردی داری زندگی میکنی. آدم های درونگرا بیشتر لذت میبرن از جهان؟ آدم های درونگرا لذت نمیبرن. نمیبرن؟ نه. خوبیش این است که دیگران اذیت نمیکنن، آدم های برونگرا دیگران اذیت میکنن. ببین چی کاری نیست. شما برونگرا هستی درسته؟ دقیقاً. خیلی بیرون. خیلی بیرون. بسیار تشکر. ما فقط ثانیه ها داریم. حرفی، پیام، سفارشی دارین؟ تشکر میکنم از برنامه شما که ما رو دعوت کردیم. یک تشکری ویژه دارم از کارگردانایی که ما تا حال با اونا کار کردیم. علی یعقوبی به خصوص، مصطفی اعتمادی، عبدالرشید عظیمی، واقعا اینا کسایی بودن که ما رو ساختن. بسیار خوب، بسیار تشکر. ما هم تشکر میکنیم. بهنام تشکر، من از شما تشکر میکنم بابت برنامه بسیار خوب و گفتنی. خوب بیشتر پیام ها رو برنامه ما میرسانه، یعنی فکر کنم برنامه خندقت بیشتر پیام ها رو برسانه، ولی خب تنها خواستم از جوانای همسن و سال یا پایین تر یا بلندتر، به هر حال اینه که از تک تک لحظات زندگی خود استفاده کنیم، مطالعه کنیم، سعی کنیم به اندوخته ها روز به روز اضافه کنیم. چون کشور ما نیاز داره به مطالعه، نیاز داره به ای که روز به روز ما بتونیم پیشرفت کنیم. بله. حالا هوا بدیم به. بله. بسیار تشکر. بسیار تشکر. و دقایق بعد برنامه خند و قند. تشکر میکنم از هر دو مهمان عزیز ما، از شما هم که بیننده خوب بنا بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.